سلام صرف نشستن و هدف گذاری کردن از شما یک آدم هدفمند نمی سازه که اگر اینجوری بود میلیون ها نفر در این جهان هر روز میشینند و از هدف هاشون حرف میزنند و حتی احیانا اونها رو می نویسن آیا همه اینها آدم های هدفمندی هستند؟ متاسفانه پاسخ این هست که خیر چون بخش بزرگی از همین آدم هایی که دارن هدفهاشون رو می نویسن متاسفانه به هدفهاشون نخواهند رسید شاید شما هم یکی از اینها باشید برای همین هم هست که من تصمیم گرفتم در این ویدیو صحبت از این بکنم که اصلا چی میشه که ما به هدف هامون نمیرسیم چون میدونم انقدر باهوش هستید که اگر این دلایلی رو که من در موردشون میخوام صحبت بکنم از الان بدونید واقعا آدم هدفمندی خواهید بود و علاوه بر هدف گذاری به هدفاتون هم حرکت خواهید کرد وقت بخیر دوستان جان من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در خصوص رشد فردی و ارتقای شخصی و همینطور توسعه کسب و کار صحبت می کنم و هر آنچه که لازم هست تا شما را از جای هستید بلند کنه و یک پله بالاتر ببره اگر به این سبک از محتوا علاقه دارید الان بهترین فرصت هست کانال رو سابسکرایب بکنید کنارش دکمه زنگوله بزنید تا از محتوایی که من منتشر می کنم مطلع بشید و بیایید نگاه بکنید. قبل از اینکه وارد اصل صحبت بشیم دوستان و همراهان کانال باید بنده رو ببخشن یه مدتی بود که کمکار شده بودم به خاطر دلایلی و اینکه نرسیدم همه ای کامنت ها رو جواب بدم از این بابت هم عذرخواهی میکنم یه خواهشی ازتون دارم لطفا در بخش کامنت ها بنویسید که دوست دارید چه محتوایی تقدیمتون بکنم سوالی اگر دارید مطرح بکنید دغدغه اگر دارید حتما روش صحبت بکنید و این قول رو بهتون میدم که هر چیزی که شما در حوزه رشد فردی و ارتقای فردی مورد نظرتون باشه و در کامنت ها به اونها اشاره بکنید اگر در توان باشه حتما در موردشون صحبت خواهم کرد اما چی میشه که ما به هدف نمیرسیم علت اصلی و اساسیش این هست دوستان اغلب آدم ها هدف گذاری بلد نیستند صرف این که ما بشینیم و فکر کنیم که سال آینده میخوام به چی برسم چه میدونم وزنم رو میخوام چیکار بکنم تحصیلم رو میخوام چیکار بکنم چقدر پول میخوام در بیارم اینها از ما آدم هدفمند نمی سازه هدف گذاری یک مهارت هست که این مهارت را هر کسی نداشته باشه عملا داره ادای هدف گذاری در میاره وقتی هم که از ریشه یک کار غلط باشه نرسیدن به نتیجه در اون کار غلط احتمال بسیار پررنگی هست پس از جمله مهمترین دلایلی که اغلب انسان ها به هدف هاشون نمیرسن این است که اصلا هدف گذاری بلد نیستن یک هدف زمانی هدف درستی هست که از تکنیک سمارت تبعیت کرده باشه یک سری ویژگی هایی هست که جمع اونها شده تکنیک سمارت من روی وبسایت یک پله بالاتر در کورس هدف گذاری مفصل در این موضوع صحبت کردم اگر شما هم فکر میکنید که مهارت هدفگذاری رو یا ندارید یا در این مهارت ضعیف هستید همین الان میتونید روی لینکه. لینکی که در, در واقع دسکریپشن این ویدیو آمده کلیک بکنید اون کورس رو هم در برنامه آموزشتون قرار بدید پس علت اول این هست خیلی از ماها هدف گذاری بلد نیستیم نکته شماره دو یا علت شماره دوی که چرا ما به هدف نمیرسیم خیلی ساده است دوستان ما هدف رو فراموش میکنیم شاید الان بپرسید که خب این چه جور هدف گذاری هست که ما اون رو فراموش میکنیم واقعا برای من هم سوال هست شما در فروردین ما هفته اول یه هفته بعد از عید نوروز جلوی دادم رو بگیر بگو که برای امسال چه هدفهایی داری چهار تا پنج تا شیش تا هدف بهت میگه اصلا کاری ندارم که اینها بر اساس تکنیک های هدف گذاری درست هستن یا نه ولی بالاخره چیزی برای گفتن داره همین سوال رو در برج 9 و 10 و 11 از همون آدم بپرس قطعا یادش نمیاد چون هدف ها فراموش میشن چه آدم هایی هدف هاشون رو فراموش نمی کنن اونهایی که واقعا هدفمند هستن و تکنیکی که در این موضوع میتونم بهتون پیشنهاد بکنم این هست هر روز صبح هدفهاتون رو بررسی بکنید دوستان من در ویدیوهای قبلی هم چنین خواهش هایی از شما کردم اینها تکنیک ها و مهارت هایی هستند در مسیر رشد فردی که همه ای آدم های موفق جهان از اینها دارن استفاده میکنن و شما هم باید این کار رو بکنید من شخصا روزم رو با بررسی کردن هدف هام شروع میکنم چون این بررسی کردن هدف ها یه جورایی انگار دارم من قطب نما رو با نقشه ای که الان دستم هست تنظیم میکنم و میبینم که آیا در مسیر درستی حرکت میکنم یا نه یه پارانتزم باز میکنم یه تقلب بهتون میرسونم هر کاری جز اون کارهایی که در مسیر اهداف شما انجام میشن یا اینکه حالتون رو خوب میکنند کارهای زایدی هستن و اگر هر روز صبح هدفاتون رو بررسی نکنید ممکن است تا پایان روز کلی کار زاید انجام داده باشید علت شماره سی که ما به هدفمون نمیرسیم افت انگیزه در مسیر حرکت به سمت هدف ها هست البته این رو هم بگم ما علت اصلی همین افت انگیزه هم اینه که هدفگذاری خیلی همون بلد نیستیم میایم چنان سنگ بزرگی برمیداریم که متاسفانه علامت نزدن هست ولی با این پیشفرض که هدفگذاری رو درست انجام دادیم خیلی از انسان ها در مسیر حرکت به سمت اهدافشون انگیزشون رو از دست میدن و این بسیار بسیار طبیعی هست مهم اینه که یاد بگیریم چگونه از قعر دره انگیزه خودمون رو به اوج انگیزه برسونیم و زمانی که به اون اوج انگیزه رسیدیم حرکت ما با انرژی بیشتر به سمت اهداف ادامه خواهد داشت من سه دلیل رو در این ویدیو با شما مطرح کردم هدف گذاری ناسحی فراموش کردن هدف ها و افت انگیزه ازتون میخوام برای اینکه یه تمرینی هم براتون باشه در کامنت ها بنویسید چه دلایل دیگری به ذهن شما میرسه اینجا پایان این ویدیو هست من آیدین نامدار از یک بله بالاتر با کلی آرزوی خوب از شما دعوت میکنم که به دو تا ویدیویی که بعد از این ویدیو به شما معرفی خواهد شد حتما تماشا بفرمایید الان هم که با بنده آشنا شدید و با سبک تولید محتوام هم آشنا شدید اگر سابسکرایب نکردید منتظر شما هستم در جمع دوستان سابسکرایب بکنید دکمه زنگوله بزنید ممنون تا آخر همراه بودید لایک فراموش نشه شیر هم بکنید و منتظر نظرتون هم هستم تا سلام بعدی در پناه حق خداحافظ